خب پس مهمترین اتفاق لایت میکس هستش. ببینید من اینجا نور در واقع اینا قدرت نور هاست. ببین اگر همه رو خاموش بکنید که خب همه نور رو خاموش میشه. دوباره روشن بکنیم همه نور رو روشن. یه نکته بگم این چرا الان این شکلی حالت آبرنگی داره؟ داره دینویز میکنه. یعنی اگه من دینویز رو خاموش بکنم این هنوز داره نویز در واقع هنوز نویز دارد. ببینید این همه الان نویز داره اینجا. ببینید این به خاطر در واقع دینویزینگ هستش که داره این شکلی شده. هر چقدر که این نویزها از بین برن این در واقع حالت دینویزینگ خیلی رئالتر و خیلی صاف و صوف‌تره. از کجا باید بفهمیم؟ موقعی که تست در واقع رندر فاینال میذارید رو حالت پروگرسیو اینجا یه سری پس میبینید، مثلا پس یک، پس دو، پس سه، حداقل فکر میکنم پس 50-60 به بالا هستش که تازه خروج فری نویز میشه، صحنه نویزا کم میشن توی صحنه. ببینید الان این شکلیه، نویزش در این حد. بعد ازم به حضورتون که حالا بریم سراغ همون لایت میکس. ببین نور دام هست، نور محیطیم هستش، میتونم قدرتش رو کم و زیاد بکنم. پیش‌فرضش همه روی یکه، قدرتش کم بود مثلا به جای اینکه مثلا من رندرمو گرفتم میخوام قدرتش رو بیشتر بکنم، اومدم اینجا در واقع 50 رو مثلا میزنم و قدرتش بیشتر میشه. فکر کنم روی 30 بود اگه اشتباه نکنم یا 25. حالا زیاده بازم 15. خب این تقریبا خوب. اما این لامپ هایی که اینجا هست، برای اینکه این لامپ ها رو بهتر ببینید من نور دامو کم میکنم، میذارمش روی 1/10 و یا روی 1، نورش هم آبی میکنم که فاز شب داشته باشه. حالا لامپ استریت ها رو زیاد میکنم، مثلا روی 20 یا 50. دونه دونه ببینید الان زیاد شد قدرتش. این عملیات هم هین الان داره رندر میگیره دیگه، هم هین رندر اتفاق میتونید شما لایت میکس رو درست بکنید، هم بعد از اینکه استاپ کردید. الان بهتون میگم که حالا چجوری سیو بکنید که بعدها هم بتونید اینو در واقع عوض بکنید نورش رو با یک فرمتی هستش، فرمت خود وی ای هست. خب ببینید پس اینجوری نور رو در واقع میتونیم داشته باشیم اینجا. حالا من نور دیگه ای، نور مصنوعی دیگه ای ندارم توی صحنه، همینان فقط. هر نور مصنوعی داشته باشید میتونه به این شکل به شما جواب بده. البته خب این پرتابه که اینجوری شده خب مصنوعیه، اما دیگه از خود این نوره. اینم لنز افکته که این شکلی میشه دیگه. لنز افکت هم میتونم مثلا سایزشو کوچیک‌تر بکنم و اینتنسیتیشو کمتر به این شکل. پس در واقع با لایت میکس خیلی کارم توی حتی میتونی این نورها رو گرم‌تر هم بکنیم، مثلا نور چراغا گرم‌تر هم بشود. خب الان کلی تغییرات داریم. اگه بخوایم دوباره برگرده ریسیت میکنیم همه برمیگرده به حالت عادی. من برای نور روز اینا رو همه رو خاموش کردم و دام لایت هم رو زیاد کردم نورشو. همون اول میتونستم اینجا تنظیمش بکنم. شاید بگید آقا خب فرقش چیه اینجا الان؟ یعنی ما میتونیم اینجا نور دام و اینجا قاطش رو زیاد بکنیم دیگه. فرقش اینه که من اینجا فقط نور دامو گذاشتم رفتم، مثلا دیگه کاری به اندازش، چون یادتونه ما اینو هی بعد اندازش رو کم و زیاد می‌کردیم، تست رندر می‌گرفتیم که می‌بینیم که نور خوب هست یا نه، اندازه نور خوبه یا نه، قدرتش. اما الان میتونیم در واقع فقط نور رو کار بذاریم و رندر بگیریم، بعد از اینکه حالا تو هین رندر یا بعد از رندر قدرتش رو تعیین بکنیم. یه خوبی دیگه هم که لایت میکس داره اینه که بعد از رندر هم همینه، یعنی شما رندر رو اصلا سیو کردی بعدش هم بتونی در واقع نور رو تغییر بدی دیگه. اینجا که رندر رو بگیری دیگه با این که نمیشه بعدش رو تغییر داد. عرضم به حضورتون که خب این میشه لایت میکس. حالا چجوری سیو بکنیم که بعدن هم بتونیم در واقع تعویزش بکنیم؟ خب ببینید من همین رندر رو استاپ میکنم و چجوری باید سیوش بکنیم؟ من میخوام این رندر رو سیو بکنم، با یک فرمتی سیو کنم به اسم V-Ray Image File. با این فرمت سیوش میکنم توی دسکتاپ و فریم بافر رو هم پاک میکنم که دیگه هیچی نباشه اینجا. حالا میتونم اینجا لود بکنم کارم و چجوری؟ کلیک چپ رو نگر میدارم، نه اینجا توی فایل لود ایمیج، ببینید لود شد دوباره.
دینویزم فعال میکنم. خب حالا میتونم دوباره در واقع نورهاشو تغییر بدم. پس هر پروژه‌ای که داشتید اگر خروجیشو با این فرمت سیو بکنید، هر موقع که خواستید میتونید تغییرات توی نور اون بدید.